پس اینا به دنبال اینن که بیان یه همهمه ایجاد کنن، مردم رو در برابر مردم قرار بدن، چون میدونن شاه اعلیحضرت باز خواهد گشت، میخواهن اعلیحضرت به جایی بازگردد که پر از آنارشی و همهمه است، بگن آقا دیدی نتونست. آقای اسماعیلیون شما را اصلا کی گذاشتی؟ شما آقا شما جواب منو بده، اگه جواب منو درست دادید من اصلا دیگه کار سیاسی نمیکنم، میرم تدریسمو میکنم، بیشتر پول دارم. شما نماینده چه کسی هستی؟ میدونم برنامه های منو میبینی چون از سخنان منو از دهانت شنیدم. شما نماینده چه کسی هستی؟ خانم مسیح علی نژاد شما را چه کسی گذاشته در اونجا؟ آقای علیرضا آخوندی که گفتی من فقط پرچم سوئد رو اینجا میزنم، من سوئدی هستم پرچم سوئد رو اینجا میزنم، شما نماینده کی هستی؟ شما نماینده کی هستی؟ و الان دیگه اومدن دیدن نه، اومدن گوش کنید دقیق، بچه ها دارم چه افشاگری هایی واسه تو میکنم، دقیق گوش کنید. اومدن دیدن نه پهلوی خیلی بزرگتر از این حرف هست. حالا میدونی چیکار کردن؟ بچه اینجا یه چنگانگی به وجود میاد، سریع تکلیف خودتون رو مشخص کنید. اگه شما مشروطه خواهید دلیل نداره که حتما یه مشروطه خواه پادشاهی خواه باشه، میتونی جمهوری خواه باشی. مشروطه یعنی ریفورم، یعنی تحول. چپی ها آمدند گفتند خب ما که با پهلوی کاری نمیتونیم بکنیم، بلند شد رفت اسرائیل، اصلا زمین و زمان بر هم چرخید، اصلا همه رو کپ کردن. بیاین چیکار کنیم؟ بیاین از حمایت از قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی دو هدف رو پیش ببریم. هدف اول لجیتیمیزه، یعنی اینکه وقتی شما الان به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور موافق که طرفدار و یا پیگیر قرار دادن سپاه در لیست باشی، این خودش میگه میتونی بگی آقا من براندازم، من اصلا با رژیم نیستم، اگه من با رژیم بودم چطوری میخواستم اینا تو لیست تروریست قرار بگیرم؟ خب که شما رو دچار دوگانگی کنن، سرگیجه سیاسی بگیری، بگی آقا امیر طاهری مثلا لئون میگه بذارین در لیست تروریستی پادشاهی خواهه، اون یکی هم میگه بذارین در لیست تروریستی چپیه، امیر طاهری میگه نذارین در لیست تروریستی پادشاهی خواهه، اون یکی میگه بذارین در لیست تروریستی پادشاهی خواه نیست. گرفتی؟ میخوان سرگیجه سیاسی واسه درست کنن. جوابش اینجاست، اینها به دنبال این هستن که با پیگیری چپی ها رو عرض میکنم، فمینیستا چپی ها، کامیونیستا توده یا چونم مصدق اللهی ها و فلان، به دنبال این هستن که ما که میدونیم پهلوی باز خواهد گشت، ما که میدونیم رضا شاه دومشون باز خواهد گشت، بیا چیکار کنیم؟ بیان در ایران آنارشی ایجاد کنیم، بیایم در ایران هرج و مرج ایجاد کنیم. اینا به دنبال اینن که با طرفداری از قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی، کل مجموعه سپاه رو وارد یک کیاس بکنن، وارد یک همهمه بکنن، وارد یک آنارشی و ترس از آینده کوتاه مدت بکنن. ولی اینا توجهشو باید توجهتون باشه که تفاوت ما با اینا اینه، ما به دنبال سقوط مافیای سپاه هستیم و به دنبال دستگیری و رفتن به پیشگاه عدالت هر کسی که در رأس هرم است، مافیای قاچاق دارو، قاچاق کودک، قاچاق چه میدونم عضو، قاچاق خودرو، قاچاق عتیقجات، دیگه خودتون بگیریم بریم تا آخره، اینا باید دستگیرشن. ولی افرادی هستن در بدنه سپاه که حتی داریم در سخنان ولایت یاسمین پهلوی گفتن که اون سناتور ایتالیا بهشون گفته در مصاحبه که یا جایی که رفته بوده با وزارت خارجه ایران بوده، جمهوری اسلامی بوده، چند تا سپاهی بهشون گفتن با منتظر شاهزاده این بیاد. پس ما خب میبینیم که نمیتونیم بگیم کل بدن سپاهو بذاریم جلو دیوار ببندیمشون رگبار، حرفی که علا از دست سالهاست داره میگه. واقعا افراد خوبی اونجا هستن که فریب خورده، که مجبور بوده، کار دیگه ای نداشته غیر از رفتن به سپاه، بعضی ها به اجبار، بعضی ها نظر ایدئولوژیک، یعنی بعضی ها فریب خوردن، ایدئولوژی دینی و ایدئولوژی سیاسی واسه شون ادغام شده، یعنی گفتن وجود و حضور در سپاه خدمت به اسلامه، هستن از اینا که دارن بیدار میشن. خب گرفتی چجوریه؟ اینا دارن بیدار میشن. پس اینا به دنبال اینن که بیان یه همهمه ایجاد کنن، مردم رو در برابر مردم قرار بدن، چون میدونن شاه اعلیحضرت باز خواهد گشت، میخواهن اعلیحضرت به جایی بازگردد که پر از آنارشی و همهمه است، بگن آقا دیدی نتونست. اینا به دنبال آنارشی هستن، ولی ما به دنبال این نیستیم کل سپاهی ها رو ببندیم رگبار، هر کسی که جرم و جنایت کرده است. تماش. اینا نه، اینا میخوان همه رو با یه چوب بزنن. چرا؟ نه اینکه به دنبال آزادی باشن، نه خیر،
اینا به دنبال آنارشی هستن، اینا میخوان ایران جنگ داخلی بشه، اینا به دنبال اینا سپاه و ارتش رو بزنن روبروی هم. آره اینا به دنبال این هستن، به خاطر اینه که اومیان 29 آوریل گرده همایی میذارم که من بزرگترین مخالفم که بیان امروز بچه های پادشاهی خواه برن جلو سفارت اسرائیل. چه فریبی میخوری؟ حامد اسماعیلی اومد یه رکبی زد خوبم گرفت، که حتی بسیاری از همکاران منم فریب خوردن. حامد اسماعیلی اومد گفت که در لندن و برلین جمع خواهیم شد، پرچم نخواهیم داشت. اینو علنی نگفت، پروپاگانداش کرد. گفت چرا این کارو کرد؟ واسه اینکه شما برید اونجا با پرچم برید به اسم خودش بزنه. الان میگن حامد اسماعیلیون چه من 1 میلیون نفر آدم جمع کرد اونجا. نمیگن چگونه حامد اسماعیلیون اومد رکب زد. حالا با مشاوراش گفتم ما بیایم دست بذاریم رو نقطه حساس میهن پرستا و پادشاهی خواها، اینا از اون نقطه حساس هم که شده پیداشون خواهد شد. گفتن پرچم نیارین، همه با پرچم رفتن به اسم حامد اسماعیلیون تموم شد. اینجوری شد.